غیظ و سوزش رژیم در تلویزیون حکومتی نسبت به جشن و شادی مردم منطقه پس از مرگ رئیسی. یه فیلمی منتشر شده از غزه که تو فضای مجازی که یه نفری داره شیرینی پخش میکنه و اعلام خوشحالی میکنه از شهادت رئیس جمهور ایران و مثلا وزیر امور خارجه و بقیه همراهاش، و براندازا همینو دست گرفتن که آقا ببین شما این همه از غزه حمایت میکردید و فلسطین و اینا اینجوری هن. من یه نکته رو بگم، یعنی شما انتظار دارید که در فلسطین حتی یک نفر هم نباشه که مخالف باشه با ایران؟ 10 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، 10,000 نفر هستن، 50,000 نفر، انتظار دارید همه طرفدار ایران باشن؟ بابا تو خود ایران اینجوری نیست. یعنی تو خود مردم ایران آدمایی داریم که وقتی تیم ملی ایران میبره ناراحت میشن. دیدی توی ماجرای قبلی آدمایی هستن که تیم ملی ایران میبازه خوشحال میشن، اعلام میکنن ما خوشحالیم. 4 تا هم اونجا پیدا میشن. بله، برای مثال این توییت رو ببینید، یه برانداز زده، یه فیلم گذاشته از شیرینی پخش کردنش، میگه رفتم محل کار شیرینی پخش کردم تو خارج از کشوره، و طرف گفت که قضیه چیه، تولدته؟ گفتم نه، رئیس جمهورمون فوت کرده. رژیم سرکوبگر آخوندی در واکنش به ابراز خشم و نفرت مردم نسبت به رئیسی جلاد در شبکه‌های اجتماعی از تذکر و تشکیل پرونده برای 80 سایت خبر داد. پاسدار وحید مجید، سرکرده پلیس فتا، گفت 550 رصد تخصصی از تارنماهای فعال در فضای مجازی صورت گرفت و 80 تارنما در زمینه انتشار مصادیق توهین‌آمیز و شایعه درباره سانحه بالگرد حامل رئیسی و همراهانش شناسایی شد. میرسلیم عضو مجلس ارتجاء در نامه‌ای خطاب به مخبر معاون اول جلاد 67 خواستار رسیدگی به خطاهایی شد که منجر به هلاکت رئیسی و همکارانش شد و نوشت این فاجعه بسیار برای نظام ما خسارت بار است.